ندای درون. برنامه از دکتر فرجان زینی. دوشنبه و جمعه ساعت 12 به وقت لس آنجلس از AFM. ندای درون. ندای درون. برنامه از دکتر فرجان زینی. دوشنبه و جمعه ساعت 12 به وقت لس آنجلس از AFM. با درود به شما عزیزان، من دکتر فرجان زینی روانشناس، به یکی از دیگر برنامه های ندای درون خوش آمدید. این برنامه ها جمعه ها برای شما عزیزان با گفتگوی با هنرمندانی که دوستشون دارید و هنر اونها رو دوست دارید گفتگویی دارم تا غیر از اون هنری که به شما عزیزان ارائه میدن، شاید افکارشون، احساساتشون و شخصیتی که در اونها هست و مهارتی که در اونها هست که اجازه میده این هنر رو به شما ارائه بدن رو با هم گفتگویی داشته باشیم. امروز خیلی خیلی خوشحالم که یکی از دوستان بسیار عزیزم رو به عنوان مهمان دارم، جناب آقای شاهرخ گوان. گفتی شاهین، خودم میگم شاهرخ، شاهرخ مشکین قلم، که ایشون رقصنده، هنرپیشه، تئاتر، کارگردان تئاتر و بقیه، یعنی هر کاری که در این تئاتر و مجموعه انجام میشه تخصص خود این عزیزه و هر روزی نیست که یکی از کارهای خودشون رو بهتر و تاپتر انجام ندن. من صد مرسی از اینه که دعوت منو قبول کردی و اینجا هستی. سپاسگزار از لطف شما. همیشه برای من خیلی واسه افتخاره وقتی که خبرنگار یا کسی که باش دارم صحبت میکنم یه جایی قرار گرفته که منو به واهمه وامی داره. من یه جایی همیشه تنبستی به لرز میگم که اخ اخ، یه وقتی یک سال تخصصی در رشته خودش بکنه من وا بمونم چه میشه. ولی همین چالش رو خوشم میاد، این چالش در اندرون من الان وجود داره. ما هم برنامه های تلویزیونی با هم داشتیم و هم سخنرانی با هم داشتیم و در نتیجه میدونم که در حتی مباحث روانشناسی جوری که من رو چالش میکنی خیلی قویه و هیچ مشکلی ندارم با این مسئله. شاهرخ جان، یکی از واقعا کسانی هست که من تا حالا تو عمرم ندیدم. من اولین بار که با کار آشنا شدم داشتم که یک میوزیک ویدیو رو نگاه میکردم که مال آهنگ گوگوش بود و یک دفعه مدهوش و مسخ شده بودم که چه اتفاقی داره میفته روی صحنه و زیبایی اتفاقی که داشت میفتاد. و بعد شانس اینو داشتم که یکی از تئاترات رو بیام و مکررن دیگه از اونجا تئاترات رو دیدم. یکی از غیر از مهارت خوده چیزی رو که من واقعا ندیدم، یعنی تو چند تا آیکان امریکایی مثل مدانا و گروهی برخی از این آیکان ها هستن که دیدم هر زمانی کار بعدیشون خودشون رو تونستن تاپ بکنن و میبینی 30 سال 40 سال پایین نمیره، هر کاری میکنه بیشتر و بیشتر و بهتر و بهتر داره میشه. و تو این مدتی که من شانس اینو داشتم که کارات رو ببینم، یکی از اون آرتیست ها هستی که تجربه من باهات این بوده که هر دفعه انگار خودت رو بردی تو یک مرز دیگه ای و وقتی که اون مرز رها شده و رفتی بعد از اون مرز رها شده یک واکنش جدیدی هم برای بیننده هات به وجود آوردی. میخوای تجربه خودت رو راجع به این بگی؟ آره، این جالبه. کم آدمایی هستن که در این مورد با هم صحبت کردن و اینی که گفتی خودم نمیدونم آیا در ناخودآگاه من داره اتفاق میفته یا اینکه آگاهانه این هستش که همیشه برم دورتر از مرزهایی که در خود آدم بسته میشه خود به خود، به خاطر که بسنده میکنی به توانایی های خودت و آنچه که انجام دادی که مورد پسند بیننده هات قرار گرفته، علاقمندان به کار تو قرار گرفته و میتونی همونجا وایستی، میتونی دیگه جلوتر نری به خاطر که میدونی که دقیقاً چیزی که مردم میخوان. و همیشه ترس این هست، واهمه این هست که اگر بخوای جای دیگه ای بری مردمی که اون مرزهای علاقه خودشون رو نسبت به تو بستند یهو اون تصویرشون شکسته بشه و تو دیگه نتونی اون رو براشون بسازی و بیننده هات رو، علاقمندات رو از دست بدی. ولی یه واقعیت مطلق اینه که
چیزی که برای من حائز اهمیت بیشتر تا اینکه مورد پسند قرار بگیرم اینه که مورد پسند خودم قرار بگیرم و خودم خسته نکنم. و این روتین بزرگترین آزار زندگی من همیشه این بوده که یک کاری رو که بار دوم دارم انجامش میدم خود به خود منو دلزده و دلسرد میکنه. و اصلا تصور یک شغلی رو برای من داشتن اینکه مجبور شم دوبار یک کاری رو تکرار بکنم کشنده است. برای همین حتی تو هنر خودم، توی رقص خودم، یک جایی هستش که ما توی تئاتر به صورت بدائه همیشه بهش میگیم ایمپروویزیشن، که بایستی یک شخصیتی رو بسازی و من یک بار نتونستم. حتی توی تمرین ها که معمولا یک کاری بایستی در تمرین بایستی چندین بار تکرار بکنی، یک بار نتونستم راضی باشم که اون پیشنهادی رو که روز پیش کردم که کارگردان پسندیده و احتیاج داره که اونو ثبتش بکنه، همون بعد بریم جلوتر قدم بعدی. همیشه دلم می‌خواست برم باز یه جای دیگه ای، چون خودم حوصله‌ام سر می‌رفت ازش. و این خود به خود یا در طبیعت منه که نمیتونم برگردم به گذشتم و کودکیم که ببینم که دلایلی که باعث شده که من یک همچین چیزی رو داشته باشم، همچین علاقه‌ای رو داشته باشم چیه، شاید شما بهتر بتونید توضیح بدید. ولی واقعیت هم اینه که الان که در موردش صحبت میکنیم، یک تأمل کوتاه میتونه بلافاصله برای من سازنده این شکل باشه که من هیچ وقت رضایت از کار خودم ندارم. شاید نبود این رضایته که منو یک قدم میخواد فراتر از آنچه که کردم ببره. برای من یعنی بسنده نکردن به تمجید و تمهید دیگران هست، شاید که نخوام بگم که خب اینا که پسندیدن کار منو، بنابراین من دوباره همونو تکرار بکنم. یا اینکه همون که خدمتتون عرض کردم، یعنی که خودم باشم که خودم از خودم حوصله‌ام سر میره بیشتر. و اصلا تا حدی حوصله‌ام از خودم سر میره که حتی بعضی موقع به افسردگی هم منو میرسونه. و فقط مسئله روش کردن و ورای کار خودت نبوده. من یادمه که توی این ما قبل این آخرین کاری که مهره سرخ که داشتین، من نشسته بودم اونجا و خب زیبایی رقص رو داشتم میدیدم. بعد یه دفعه گفتم واو، این نوشته هایی که دیزاین شده چیه؟ بعد مدام با صحبت کردم که اونم خودم انجام دادم. گفتم وای، لباس تو و لباس بقیه چقدر زیبا بود، اینا رو کی دیزاین کرده؟ خودم دیزاین کردم. یعنی قسمت به قسمت این فضا رو که نگاه میکنی میبینی که وجود تو درش هست و نه تنها در قسمت رقص و یا تئاتر داری این رو بزرگتر و بزرگتر میکنی، قسمت های دیگه ای از وجود خودت هم در اون هنر و آرت و فضایی که هست داره خودش رو نشون میده. و در این مورد خیلی جالبه، بخاطر که همه به من میگفتن آره چرا خودتو خسته میکنی، چرا از یک کسی نمیخوای که مثلا صحنه پردازی بکنه یا لباس ها رو برات طراحی بکنه و این حرفا. اگر یک واقعیت اینه که بسته بودن دست آدم خیلی باعث یک سری آفرینش ها میشه، توانایی های تو رو متبلور میکنه. و اینکه مشکلات مالی همیشه بهت کمک میکنن، چون نمیتونی بری راحت مثلا سفارش بدی که فلان چیز رو برای من بفرستید، هر قیمتی هم باشه اهمیتی نداره. و چون ندارم این توانایی رو، این توانایی مالی رو ندارم و خودم مجبورم که بسازمش، خود به خود این باعث آفرینش میشه. وقتی که حتی مثلا خب میتونستی مثلا 100 متر پارچه بخری برای اینکه یه تیکش رو استفاده بکنی، هزار جور پارچه داشته باشی، ولی وقتی نداری مجبوری پارچه رو دوباره هی ببری، از این ورش بکنی که کم نیاد، بعد میبینی این که مجبور شدی یه ترک بهش اضافه بکنی، این جای دوخت خودش یه نقشی به وجود آورد، این چلتیکه دوباره یه ترکیب جدیدی شد و همه اینا هی هر دفعه مواجه میشی با یک کمیتی که سبب یک کیفیتی میشه، به صورت اتوماتیک این هم اتفاق میفته. و خود این خلاقیت باعث خودش خلاقیت میشه، یعنی این ناتوانی ها باعث خلاقیت میشه، همچنان که همیشه این فشار ها باعث خلاقیت شده در تاریخ. در ایران میبینیم که هنر چقدر متبلور شده، چقدر بارور شده، چقدر مردم این باروری رو باهاش در روزمرگیشون مواجه هستن، فقط به خاطر اون کمبود هاست، این بستگی ها، ناتوانی هاشونه که انقدر میتونن آفرینش های والایی داشته باشن جوان ها رو در هنر که میبینی. و من فکر میکنم که این
نداشتن امکانات حتی مادی خیلی میتونه سازندگی به وجود بیاره، اینکه این من مجبور هستم خودم طراحی صحنه‌مو بکنم و مجبور هستم که طراحی لباس‌ها رو بکنم، بعضی موقع حتی آرایش مو، سر، آرایش صورت خود رقصنده‌ها نظارت داشته باشم و حتی در آخرین لحظات دقیقه با وجود که زمان خودم رو احتیاج دارم بستی بودم برم پشت صحنه مطمئن بشم که این کمربندش رو درست بسته. یه جایی فضولی هم هست در طبیعت خود من که اونم باعث میشه که راحت اطمینان نمی‌کنم به هر کسی، حتی کار حرفه‌ای یک نفر که مثلا یک میکاپ آرتیست، یک آرایشگری که اومده اونجا با جان و دل بشم اطمینان دارم، بازم یه جایی بس برم باز فضولی خودمو بکنم، مثلا این گوشه رو مثلا یه خورده بر بالاتر، یه خورده بیار پایین‌تر، باز این قلمو رو حالا بده من خودم بدم درست رو آخر زمینم عوضش کردم. یه چیزی هم هست که در طبیعت خود منه دیگه، یعنی هیچ وقت راضی نمیشم به هیچی. به نظر میاد کلی میبینی، چون این صحبتی که میکنی وجود داره و خب خیلی از کنسرت ها، خیلی از تئاتر ها، خیلی از موارد دیگه هم هست که ممکنه همچین کمیتی رو داشته باشه یا اون طرف اجبار رو حس بکنه، ولی این خلاقیت خودش رو فقط در اون هنری که داره داره به کار میبره و اگر بقیه مسائل رو جلوش بذارن یا اون قدرت تخیل رو نداره یا احساس میکنه که اصلا نمیره توی اون مرزها و اجازه نمیده به خودش که اون فضای تخیل رو به وجود بیاره. از یه لحاظ دیگه تو گفتارت حس میکنم که یک تصویر کلی از اینه که آخر این جریان باید چطور باشه داری و در نتیجه وقتی جزئیات رو داری نگاه میکنی هر کدوم اونها باید در راستار اون کلی بره. به خاطر همین هم وقت به خودت اجازه میده که خلاقیت تو روی سایه این یا خطاطی اون یا اون و اون مثلا دیزاین لباس هم ارائه بدی و با اون اعتمادی که به خودت داری و اون بیگر پیکچر، اون تصویر کلی که قرار آخر باشه که کمک میکنه به اون نه تنها حالا فضولی کنجکاوی خودت، ولی ورای اون به دید مشخصی که از پایان کلی این هنر برای خودت داری. کاملا درسته، به خاطر که خب این تحلیل منطقی و عقلانه این تعریف منه و واقعیت همین اینه که همیشه من نگرانم که مردم متوجه نباشن و حتی با رقصنده که دارم کار میکنم، مثلا این بار آخر روی عاشقانه های شاهنامه که داشتم با میریم پرس کار میکردم، همش ازش سوال میکردم خب تو یادت هست رو چه داستانی داری کار میکنی؟ میدونی که هدفت چیه؟ برای چی داری این حرکت رو انجام میدی؟ اینکه حرکت بی خودی انجام بشه آزار منو میده، یعنی میبینم وقتی یک رقصنده‌ای حرکت رو به خاطر حرکت داره انجام میده منو آزارم میده، میگم خب برای من بگو که چرا نشستنت اینجا یا این حرکت دستت، تعریفش بکن چرا این اتفاق افتاده، چی میخوای بگی، هدفت چیه. و خیلی برای من مهمه که بدونم که همه چی در برای به انجام رسیدن اونه. اگر تو نمک اضافه میکنی به غذا برای اینکه طعم غذا رو بیشتر بکنی، بیشتر جلوش بدی، نه اینکه فقط از نمک استفاده کرده باشی یا از فلفل استفاده کردی، برای اینکه هدفت رو یعنی پایان کارت برات حائز اهمیته. و خب یقینا وقتی خودم دارم این کارا رو میکنم دیگه خیالم راحته که یه وقت یک اشتباهی صورت نمیگیره، ضمن اینکه خب این کاری که در آفرینش اولیه‌شه مسلما کسای دیگه هنوز نمیدونن که پایانش چیه، برای اینکه بتونن در اون راستا کمک بکنن برای به انجام رسیدنش مجبورم خودم هم این کارا رو. حتی نورپردازی روی صحنه، این که داشتی میگفتی که این کنجکاوی من باعث میشه که حتی اطمینان نداشته باشم، بعضی موقع به جای اینکه فوکوس بشم روی کار خودم، روی رقص خودم، روی انرژی خودم، اون تمرکزی که احتیاج دارم که قبل از به روی صحنه رفتن، ولی مجبورم همون روز بعضی موقع به خاطر نداشتن امکانات همون روز بستی بریم تمام نورپردازی رو بکنیم و فقط فاصله بین اون اتاق نور که اون ته سالونه تا روی صحنه 80 بار دویدن بنده از اون اتاق تا این اتاق در طی اون روزی که در پایان شب اجرا داریم باعث میشه که تمام انرژی من تمام اونجا به پایان رسیده، پای عضله من گرفته روی صحنه به خاطر اینکه داشتم نورپردازی رو میکردم و خودم هم باز بعد میمدم روی صحنه با وجود که یکی داره کمکم میکنه روی صحنه جابجا میشه برای اینکه متوجه بشم که آیا نور همه جا روش هست، خودم هم بعد بیام روی صحنه متوجه بشم که آیا این نوری رو که خودم دارم روی خودم از بیرون میندازم آیا خود منو اذیت نخواهد کرد، متوجه خواهم بود روی صحنه. این باعث میشه که این کارا، این کنجکاوی، این نداشتن اطمینان به دیگران باعث میشه که انرژی تو سلب میشه برای هزار کار دیگه. ولی واقعیت امر اینه که با اون تعریفی که شما میکنید در موردش یا تحلیلش درست اینه که همه چی یک انسجام داره خود به خود، به خاطر که همش
در راستای نقطه نظر یک نفر داره انجام میگیره و اون دیدگاه، اون یک مجموعه از خودش، یک نقطه در اندرونش که وارد بشی هزار بُعد داره، هزار لایه داره و این لایه ها مد نظر منه برای اینکه بتونم اون نقطه نورانی رو به وجود بیارم. شاید یکی از کامپوننت هایی که اجازه میده که هر دفعه خودت رو ورای خودت ببری شاید همین باشه که انقدر در قسمت‌های مختلف و بافت تمام شرایطش باید وجود داشته باشی که هر لولی میبره به اکسلنس لول بعدی. یعنی این نیستش که فقط تمریناتی که با بدن خودت داری انجام میدی عالی تر و عالی تر میشه، برای اینکه کل بافت کل مجموعه اون پروداکشن داره میره به یه لول دیگه. آره، من چون خیلی خیلی خودخواهم دلم میخواد حتما این برنامه‌ای که میوزیک ویدیو که اولین بار بود با آشنا شدم که مال گوگوش هست رو بذاریم. آیا الان اوکیه بذاریم؟ ای چراغ هر بهانه از تو روشن، از تو روشن، ای که حرفای قشنگت منو آشتی داده با من، منو گنجشگای خونه دیدنت عادتمونه، به هوای دیدنت پر میگیریم از تو دونه، باز میایم که مثل هر روز برامون دونه بپاشی، منو گنجشگاه میمیری تو، اگه همیشه اسم تو بوده اول و آخر حرفا، بس که اسم تو رو خوندم بوی تو داره نفس ها، عطر حرفای قشنگت، عطر یک صحرا شبای تو، همون شرمی شعر من رنگ چشاته، رنگ پاک بی ریایی، بهترین رنگی که دیدم رنگ زرد کهربایی، منو با گنجشگای خونه دیدنه به هوای دیدنه میگیریم از تو نونه، منو با اون کشگاه خونه دیدنت عادتمون، به هوای دیدنت پر میگیریم از تو نونه. دکتر پتل میگه که بین حیوان ها در حقیقت پرنده ها
کاکاتو و خیلی از پرندهان که رقص دارن و انسان ها رقص دارن. و می گفت چطوره که تفاوت داره بین اینی که آیا مثلا میمون ها یا سگ ها رقص ندارن و برخی از که پرنده ها و انسان ها هستن، و تشخیصش این بودش که به خاطر اینی که ماها گروهی هستیم که از ساوند، از صدا یاد میگیریم و گروه وکال هستیم، و به خاطر اینه که میتونیم تلفیقی از آدیتوری، صدایی که میشنویم با تو مغز ما، جوری که کنکت میکنه، وصل میکنه خودشو به موتور سکیلز، به بدن ما، اون موسیقی رو و اون صدا رو میتونه تبدیل بکنه و احساسی رو که به وجود میاد از اون صدا و موسیقی رو تبدیل میکنه به حرکاتی که از بدن اون احساس و صدا رو میتونه انعکاس بکنه که بیننده دیده بشه. و خب این رقص ها رو برای نه تنها خب قسمت انترتینمنت استفاده میشه، ولی برای پرنده ها برای انترتینمنت استفاده نمی کنن، در حقیقت اونا به خاطر صدا زدن یارشون و جلب توجه کردن برای یارشون و حتی برای قوها برای نگه داشتن یارشون، یعنی نه تنها دارن جلب توجه میکنن، برای پرنده هایی که سالیان سال در کنار هم میمونن رقصه که اونها رو تنظیم میکنه و سینکرونایز میکنه رابطه شون رو با هم دیگه. و خب در انسان ها رقص مدل خودمون رو داریم، میبینیم خیلی موقع مثلا جاهایی که آدم ها رو میذارن که همدیگر رو آشنا بشن، تدانسان، دیسکو، نایت کلاب، جاهایی هستش که شخص تقریبا میره که با رقص یک جوری همدیگر رو بشناسن. و یا در کل مثلا رقص تانگو، اون سینکرونیسیتی که دو نفر با هم دارن رو نشون میده و چه جوری در فرهنگ ها ساخته شده که اگه میخوان مثلا بلندشن برای یک مسئله با رقص انجام میدن. اکثر ریچوالایی که تو فرهنگ ها هست باز یک نوع رقص به خصوصی داره که گویای اون فرهنگ یا خواسته است یا دیزایره. مثلا سرخپوستا رقص برای بارون یا برف یا سانشاین یا آفتاب دارن. و جالبه که این psychology of dance و طریقی که توی بدن کار میکنه و انعکاس پیدا میکنه و کاری رو که داره انجام میده چقدر گسترش داره. چقدر جالبه، به خاطر اینکه داشتم فکر میکردم که چجوریه که تمام پرنده ها، حیوان های بالدار، حتی شترمرغ، طاووس، اینها این رقص سدکشن رو دارن، رقصی که برای جذب کردن یارشونه. و اکثریت قریب به اتفاق مواقع میبینیم که اون پرنده مذکره که داره در واقع این رقص سدکشن رو میکنه، رقص جلب توجه رو میکنه برای ماده خودش. و این چیه؟ چه اتفاقی میفته؟ چه مقایسه میشه کرد بین انسان ها و پرنده ها؟ چرا حیوان های چارپا این رقص رو ندارن، یا اگرم دارن به این شکل، به این زیبایی نیست؟ و شاید به خاطر آزادی بالهاشونه، و انسان چون مثل موجودات چارپا دستهاش روی زمین الزاماً نبایستی باشه، از دستهاش مثل بال استفاده میکنه. و میبینیم که چقدر این داده حائز اهمیت در رقص دستها، چقدر رول بازی میکنن دستها. پاها سرعت و ریتم رو نگه میدارن، دستها تمام ملودی رو، تمام نرمش در حرکات دست است. و چقدر ازش ما استفاده میکنیم، مثل بال، مثل همون کاری که اتفاقا با ویدیویی که با گوگوش داشتیم با هم دیگه، من و گنجشکای خونه، دستای من از اولش مثل یک بالی که داره باز میشه دور اون لونه، یا مثل پرواز یک پرنده، یا حتی توی خیلی جاها من الهام که میگیرم از پرنده ها، از حتی از حشرات بسیار الهام میگیرم، بخاطر که بالهاشون بسیار بسیار مورد توجه من هست. یکی از پرده های رقص من خیلی برای من یه ویژگی خاصی داشت توی عمر خیام، تولد یک پشه رو از دل یک مرداب شروع میکردم، و به قدری به نظر ما چقدر ناچیز میاد یک پشه، ولی یکی از ویدیو فیلم هایی که منو خیلی تحت تاثیر قرار داد به نام میکروکاسماس، یک کارگردان فرانسویه که در مورد زندگی حشرات یک فیلم خیلی خیلی زیبایی درست کرده به نام میکروکاسماس. توی میکروکاسماس یک لحظه تولد یک پشه است در دل یک مرداب، تا اینکه این بالهای خیسش رو و تمام پاهاش رو باز میکنه توی مرداب، و لحظه‌ای که بالاش تو هوا یک چند ثانیه خشک میشن،
پرواز میکنه و این یکی از الهامهای بزرگ رقص من بود و خیلی از پرنده ها من در این مورد و حشرات الهام میگیرم برای رقص هام. این دستی رو که داری صحبت میکنی حتی در رقص سما دیدم که داری ازش استفاده میکنی برای باز بودن به اینی که اون شخص رو به اوج ببره، که فکر کنم یه ویدیو داریم شیرعلی مردان توی رقص سما، بیشتر فکر کنم توی سهراب و گردآفریده، البته توی شیرعلی مردان هم هست که اون رو داریم، توی سهراب و گردآفریده که تو اون لحظه آخر وقتی که به سما میفتن هر دوشون، که اون رو میتونیم تجربه کنیم توی این ویدیوهایی که داریم. ولی آره این بال، این پرواز، این حتی در سما این ترانسندنس، این عبور کردن از خودت به آسمان، به فرای زمینی بودن رسیدن، یا این ارتباط الهی رو برقرار کردن، به آسمان رفتن. همیشه بشر دنبال یک جایگاه الهی میگرده و هیچ راهی نداره برای صعود غیر از پرواز کردن. این پرواز میتونه یه ذهنی اتفاق بیفته، ولی احتیاج به بال جسمانیت داری که به تو کمک بکنه برای اینکه روحت رو پرواز بدی. فکر کنم که توی سهراب و گردآفرید میتونیم سهراب و گردآفرید رو ببینیم شما دو رقص رو بتونیم و کنار هم نگاه کنیم. Thank you.
رو دیدی؟ بله، بال تنها. بالی که میبره آدمو. لحظه ای که توی نبرد سهراب و گردآفرید، گیسوان گردآفرید که رها میشه، اینجاست که بلافاصله سهراب دیوانه میشه و میره توی خلسه خودش و توی اون گرداب خودش، اون گردباد خودش، گردآفریدم میکشه و گردآفریدم یک جوری دلش میتبه برای سهراب و این تصویر رو به صورت یک تصویر دوبل که دوتایشون میرن توی عالم عرفان خودشون و شروع میکنن به پرواز کردن. اینجاست که دیگه میرسیم به اون بحثی که داشتین در مورد رهایی و پرواز و بالهای پرواز. That synchronicity که بین دو تا انسان اتفاق میفته توی ارتباط گفتاری که براشون هست، که به جایی که از کلامشون باشه انگار تمام بدن داره این اکسپرشن رو به هم میده. تو دو سه تا از برنامه ها من خیلی این رو دیدم، البته چون قبل از اینکه با شما از زمانشون داشتم میگفتم یک برنامه دیگه داشتم تو کانادا من دیدم که برای اولین بار، خب اولین بار من به عنوان یک پرنده دیدم، دومین بار به عنوان یک اسب دیدم و هر کدوم اینها یعنی قسمت طریقی که با بدن یک انسان داره کار میشه که تمام اون حرکاتی رو که یک حیوان دیگه ای در حقیقت داره انجام میده و این انعکاس رو به وجود میاره خیلی زیباست. ولی چیزی رو که میگم هر دفعه ایشون خودشون رو تاپ میکنن، چیزی که برای من خیلی جالب بود اینه که در مهره سرخ اینو بیشتر دیدم که دیالوگی، حالا تو همین برنامه هم که الان شما عزیزان دیدین، این دیالوگی که داشت اتفاق میافتاد بین دو نفر بسیار مشخص بود، ولی توی مهره سرخ خیلی بیشتر بود. یه دیالوگی بودش که بین پدر و پسر داشت اتفاق میافتاد، یه دیالوگی بودش که بین دو نفر که میخوان رزم داشته باشن اتفاق میافتاد. اینا رو من مطمئنم شما در جاهای دیگه هم ممکنه دیده باشین، ولی چیزی رو که من تا حالا ندیده بودم اکسپرشن ارتباط جنسی بود که به کاملا دو مدل مختلف، یعنی یکیش نرم، جنتل، سافت و عشق بازی که دو نفر داشتن میکردن و فقط با رقص داشتن اتفاق میافتاد، و بعد یک دفعه در یک صحنه دیگه داشت با حالت اگریسیو و مثلا شکارگونه ولی داشت اون دوباره اکسپرشن سکشوالیتی اتفاق میافتاد، که این دیالوگی که داشت تبدیل میشد به رقص و اون سینکرونیسیتی که داشت اتفاق میافتاد بین دو نفر، یکی از زیباترین من فکر میکنم که تئاترای بود که من دیده بودم که کسی بتونه این از یک فضای خشم احساساتش رو ببره توی یک جای دیگه و از اونجا چجوری انجام بده و این دو نفر چجوری با هم سینکرونایز بکنن، و با تمام شناختی که ازت دارم که میدونم چقدر برات مهمه، ولی با اولش هم گفتی it's improvisation، یعنی چجوری این دو نفری که در حال رقص هستن انقدر با هم این تون میشن و در کنار هم همدیگر حس میکنن که همین طور داشت با هم این مسئله تکون میخور، کما اینکه میبینیم کوپلایی که خیلی همدیگر دوست دارن و با هم هم هستن چجوری تو رقصیدن با هم همگام میشن، و بعد وقتی که این سینکرونیسیتی به وجود میاد یک لحظه اتفاق میفته که حس میکنی افکار یکی میشه، احساس یکی میشه، همه اون انرژی که اون ما بین هست یکی میشه و یکی بودن داره دفعه اتفاق میفته. کاملا توی این مهره سرخ که بهش اشاره میکنی چند تا تابلوی متفاوت هست، مثلا تابلوی عشق بازی بین رستم و تهمینه که اتفاق میفته، اینجا همون نرمشی که در مورد این رقص خرامان تهمینه برای جذب کردن رستم اتفاق میفته، در مقابلش خشمی که در اون نبرد بین رستم و سهراب هست. سهراب در این نبرد در صدد اینه که آگاه بشه که کسی که داره باهاش مبارزه میکنه آیا ممکنه که رستم باشه، پدرش باشه، برای همین در خشمش یک جور یک لطافتی وجود داره، اونجا اون خشونت نیست، خشم هست در اون مبارزه برای اون خشونت نیست، تا حد اینکه وقتی که ضربه میخوره و در آغوش پدرش میفته باز دوباره اونجا یک داستان عاشقانه رو میبینی که در سکوت اتفاق میفته، یا حتی در نبرد بین سهراب با گردآفرید باز دوباره اونجا هیچ وقت سهراب
در اون نبردش با گرد آفرید، با وجود که از اولش مطمئن نیستش که یک دختر هست، فقط متعجبه از حرکاتش. بنابراین اونجا همیشه اون خشم و اون حالت نبرد یک جایی توأمه با یک لطافتی و من آگاهانه میخواستم بهش برسم. یا حتی رابطه بین سهراب و تهمینه، وقتی که تهمینه خیلی عصبانی از اینکه پسرش میخواد به جنگ بره، باز دوباره اون حرکت باز دوباره با عشق یا حتی سوگواری تهمینه بالای سر سهراب، این عشق رو، این لطافت، این تضادی که در زندگی روزمره ما هست که همیشه باهاش مواجه هستیم، که هر لحظه از این حد به اون حد میریم، از همون لحظه که داریم تنفر خودمون رو به یک کسی ابلاغ میکنیم، در تنفر عشق، در واقع یک جوری تنفر باستابیست از عشق. تو فقط میتونی از یک کسی تا حد تنفر پیش بری که یک جایی علاقه داشتی که یک جور دیگه ای بشه، مثل ماره بسی بودنی داشته باشه. و بعد چه اتفاق میفته؟ این گفتی کنجکاوی، من خیلی کنجکاوم در مثلا. چه اتفاقی میفته درون خودت اون زمانی که یک قسمتی رو داری دیزاین میکنی توی مغزه و بعد این داره تبدیل میشه به اینه که خب موسیقی چیه و بعد اون موسیقی چجوری داره تبدیل میشه، که کجاست که آیا تو به بدنت داری میگی که چی کار باید بکنه یا اینی که بدنت داره به تو میگه که چه اتفاقی میفته؟ میدونی، یعنی آیا این فضا اول از مغزت و از دیزاینت، از دیزاین ویژوالی تصویری شروع میشه و بعد تصمیم، یعنی ویژوالیزیشن میاد و بعد تصمیم گرفته میشه که با بدنت اینها انعکاس پیدا کنه، یا اینی که موسیقی هست، تصویر هست و فقط یو الاو، و اون جایی که الاو میکنی، اجازه میدی، بدنته که خودش داره اینو به تو میده در حقیقت به عنوان هدیه. خیلی خیلی موقع این اتفاق میفته وقتی که من دارم آزادانه به صورت تنها سولیست به صورت سولو دارم روی یک موسیقی بداهه دارم یک کار رو میکنم، بدونی که یک ذهنیتی به خاطر یک داستانی پشت ذهنم باشه و خودم رو رها میکنم و موسیقی خودش یک داستانی رو داره بدون حتی کلام. بسیاری از موسیقی ها بدون کلام یک داستانی رو با خودشون حمل میکنن و تو رو روی اون داستان خودشون سوار میکنن و اونجاست که تو آزادانه خودت حرکت میکنی و اجازه میدی به بیننده هات هم که آزادانه یک داستانی رو برای خودشون بسازن. ولی وقتی که یک داستان خیلی خیلی مشخصی رو داری، مثلا داستان سهراب و گردآفرید یا مثلا از شاهنامه، توی سر خودت داری دنبال اون داستان میری و پله پله داری اون داستان رو طی میکنی، ازش عبور میکنی و اینجا حالا هماهنگ کردن داستانی رو که میشناسی و دنبالش هستی با موسیقی که داری باش کار میکنی، اینجاست که یه مقدار ممکنه خلل ایجاد بکنه، به خصوص وقتی که موسیقی ساخته نشده برای این داستان. خیلی از موارد هستش که من موسیقیمو از موسیقی های ضبط شده ای که قبلا نوازنده های بزرگمون انجام دادن یا موسیقی دان های بزرگمون ساختن دارم ازشون استفاده میکنم، به خاطر که حس میکنم که اینجا یک تطابقی هست بین موسیقی رو که من شنیدم و داستان. ولی بعضی جاهاش واقعیت امر اینه که بعضی جاهاش موسیقی برای من یک جای دیگه میره و من راه دیگه ای ندارم غیر از این که اون موسیقی رو بخوام دوباره تغییرش بدم و بعضی موقع ها از روح این نوازنده ها اجازه میخوام و چون خودشون در دسترس هم نیستن، میدونم که مخالفتی ندارن که بتونم موسیقیشون رو یک جاییش کوتاه‌تر بکنم، یک هجاییش که با داستان هماهنگی نداره، انسجام نداره رو حذفش بکنم یا یک بار تکرارش بکنم. مطمئنم که اینو بر من میبخشن به خاطر که میدونن که من احتیاج دارم. چندین بار بعضی موقعا در تنهایی خودم با در راز و نیازهای خودم از فردوسی میخوام منو ببخشه و بهم اجازه بده، از ایرج میرزا میخوام به من اجازه بده که این کلمه رو که اونجا در اون هجا نمیگنجه بتونم تغییرش بدم و خیلی راحت اجازه بهم میدن. اونا اصلا براشون زیاد مهم نیست، از من رویالتیز نمیخوان فردوسی و ایرج میرزا و حافظ و مولانا و بسیاری از موسیقیدان های بزرگ ما، کامپوزرهای بزرگ ما مثل جناب مشکاتی
آتیان ازشون اجازه میخوام و میدونم که به من اجازه میدن و جناب درخشانی، جناب پورناظری از کاراشون که استفاده میکنم برای معرفی هم موسیقیشونه، هم فرهنگ ماست، هم تاریخمونه، هم ادبیاتمونه و میدونم که مخالفتی در ذات نیست. یک سری کاغذ بازی هاست که ممکنه که احتیاج داشته باشیم به خاطر که توی دنیای مدرنمون احتیاج داریم که روی کاغذ چیزای ثبت بشه، ولی من میدونم که من از این فرهنگ نیستم، از فرهنگ شفاهی و سینه به سینه هستم و این شفاهت میتونه به من این اجازه رو بده که روشون کار بکنم. بعضی موقع ها موسیقی رو عوض بکنم برای که بتونم این موسیقی و معنی رو، کلام رو در یک قالب بریزم، برای که این انسجام برای من بایستی وجود داشته باشه در نهایت زیباییش، برای که بتونه کاملا ارائه بشه ببیننده و اونجا لطمه نزنه به حس تو. البته هیچ وقت تو نمیتونی به صورت کمال از این داده ها استفاده بکنی و هیچ وقت هم نمیتونی مطمئن باشی که 100% بیننده هات رو با خودت همسو همسنگ بکنی در یک دیدگاه. همیشه یک مخالفتی وجود داره، ولی خب اون داره. یکی از چیزهای جالبی که دکتر جافری میوزیک سایکولوژیست گفته که اینه که شما عزیزانم حتما تجربه کردین خودتون، موسیقی احساسات برمی‌انگیزه. یعنی به خاطر همین هم هست که عاشق موسیقی هستیم، برای اینکه موسیقی تعیین میکنه. اینو تو فیلم هم خیلی میبینین که جاهایی که میخوان خیلی قوی انجام بدن یا میخوان دراماتیکش کنن یا خنددارش کنن یا وحشت برای شما بیانگیزن، با موسیقی این کارو میکنن. ولی جالب اینجاست که خیلی از موقع‌ها وقتی موسیقی به وجود میاد و این احساسات رو برمی‌انگیزه، این احساسات در قسمت در بدن ما نگه داشته میشه. یعنی قشنگ حس میکنه در قسمت‌های مختلف وقتی احساسات برانگیخته میشه و تو ماسلا نگه داشته میشه. یکی از زیبایی‌هایی که تو این تحقیقات نوشته شده اینه که وقتی که موسیقی و تلفیقی با رقص هست، با اینی که احساسات برانگیخته میشه، ولی به خاطر اینکه عضلات بدن داره موومنت داره و تکون میخوره، بعد از اون ریلیس میشه، رهایی پیدا میکنه اون احساسات و شما تجربه احساس رو میکنین و رها کردنش رو، تو تجربه احساس رو بکنی و گیر میکنه. و حتی کسانی که دارن ببین مثلا کسی داره کنسرت میذاره و همه نشستن داره گوش میدن، این احساسات درونش نگه داشته میشه و متوجه شدن که وقتی که رقص رو نگاه میکنی، ماسلای بدنی که اون رقص کسی که رقصنده است و داره استفاده میکنه، ماسلای کسی که اینجا نشسته داره تویچ میکنه و باهاش داره رها میشه. یعنی نه تنها اون احساس داره برانگیخته میشه با اون موسیقی یا با کلام یا تئاتری که داره انجام میشه، پیامی که داره انجام میشه، بلکه داره ریلیس میشه. و اینو من الان خیلی رسما داشتم حس میکردم زمانی که داشتم ویدیوی کلیپ شما رو میدیدیم، الان دومی سهراب گردآفرینی که داشتیم میدیدیم، من همینجوری که داشتم نگاه میکردم شروع کرد تمام ماسلای دستای من و شکم من موو دادن و تکون خوردن با نگاه کردن فقط به اون قسمتی که داشت انجام میشد. من فکر میکردم این فقط برای من اینه، نه به خاطر که خود من حرفم اینه، برای این جالبه که برای هر بیننده این اتفاق میفته. دقیقا. و این یکی از مسائل خیلی جالبه که برای اشخاص این موومنت بدن، مثلا یکی از چیزهایی که توی خیلی از تحقیقات اومده برای کسایی که تروماتایز میشن، مثلا خب چرا انیمالا حیوونا با اینی که تو جنگل دارن زندگی میکنن هر روز دو سه بار ممکنه تروماتایز بشن، اینا میتونن رها کنن، در حالی که انسانها توی اون تشویش و التهاب میمونن و بعد قرص بخورن و دارو بخورن و سرطان میگیرن. و یکی از چیزایی که دیده بودن اینه که بعد از اینی که اون حیوان این حالت تروما براش به دست میاد، وای میسته و خودش رو میلرزونه و انقدر تکون میخوره تا تمام این چیزایی که وحشتی که براش گیر کرده، خشمی که براش گیر کرده توی بدنش رها بشه از توی بدنش و در سمومش رد بشه. و در نتیجه رقصیدن یکی از اون کارهاییه که سمزداییه شادی میآفرینه. ازش در تراپی استفاده میکنم بیشتر و بیشتر. الان من وقتی که دوره های آموزشی دارم میبینم که داوطلبایی که برای این رقص میان خودشون دکترهای روانکاو هستن، انگار که مثل یک اسفنجی که در خودش همر نگه داشته، تمام دردهایی رو که در روز داره میشنوه از بیمارهاش، احتیاج داره یک جای رهاشون بکنه. و اتفاقی که میفته خیلی جالبه اینه که خیلی از کسایی که رئیس بانک هستن با این تنشنی که در روزمرگیشون سر کار دارن، یا مثلا دکترهای روانکاو، در اولین حرکت رقصشون شروع
میکنم به زار گریستن و چقدر جالبه که این اتفاق، این تحلیلی که دارید میکنین در موردش. ما چند دقیقه بیشتر وقت نداریم، اول میخوام خیلی ازت تشکر کنم که با این وقت کمت، میدونم فقط یک روز در لس آنجلس هستی و این شانس رو من آوردم که بتونم در همین یک روزی که در لس آنجلس هست شاهرخ عزیز رو توی برنامه خودم داشته باشم. قول میخوام ازت بگیرم هر وقت در لس آنجلس هستی این لطف رو به من و بینندگانمون بکنین. دوست دارم که راجع به مایتریولوژی صحبت بکنی، چون میخوام که برنامه رو با اون به اختمام برسیم، در اینچه گفتاری اگر داری با بینندگان عزیز و راجع به اون صحبت بکنی رو کامل کنی. حتما. این قسمتی که الان خواهیم دید به نام رقص اسطوره ها روی ستا اسطوره خسرو شیرین، بهرام و درستی و سهراب و گردآفریده که در واقع اسمش هم یک جور گذاشتیم عاشقانه های شاهنامه با پرداخت جدیدش با خانم گردآفرید. البته این تصویری که خواهیم دید با گردآفرید نیست، چون هنوز فیلم ویدیوش آماده نشده. این قسمتی است از رقص اسطوره ها که روی سه اسطوره خسرو شیرین از نظامی گنجوی است، بهرام و درستی همچنان از هفت بیکر نظامی گنجوی و سهراب و گردآفرید از شاهنامه فردوسی که در واقع یک جور نمایش دادن است مختصر برای آشنا کردن کسانی که علاقمندن دنبال این اسطوره های زیبای ما برن، اسطوره های عاشقانه مون، برای اینکه در واقع یه جور پیش قضاست برای اینکه اشتهاشون باز بشه. بریم که اشتهامون رو روی فرهنگ باز بکنیم. روز و شبتون خوش. نگاشته خوب هر یکی زن به کشوری منصوب، دخت کسرا ز نسل کیکاووس، درستی نام خوب چون طاووس. ندای درون، برنامه از دکتر فوجان زینی. دوشنبه و جمعه ساعت 12 به وقت لس آنجلس از AFM. ندای درون. ندای درون، برنامه از دکتر فوجان زینی. دوشنبه و جمعه ساعت 12 به وقت لس آنجلس از AFM.